و من امیدوارم که شما جوانها با وحدت اراده و با وحدت عمل بدون این که با هم اختلافی بکنید همه یک صدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما و تبلیغاتی که در اساس این مسائل میشد، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است، این که اسلام نمیتونه دیگر اداره بکند، مال 14 قرن بیشتر پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمیتوند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجا میکند. از این مسائلی که دیگر کهنه شدن یا اینا دیگر کهنه شدن، در 20 سال پیش از این ممکن بوده کسی یه چیزی بگه، ولی که حالا دیگه کهنه شده. همین آقایی که جا سیاه میگفته عرض میکنم که دوشه غیر مبارک ارتجاع سیاه و چیز سرد اینها دارن مملکت را چه میکنن، حالا آمده دستش را دراز کرده که مراجع ازام روحانیان اعلام بیان و با من کمک کنن که من این جنایات را توسعه بدم و زیادش کنم و ادامه شده. و از ایشون اینجاستن این حرف ها کهنه شده. اسلام اون اسلامیست که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمش میکند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر فتح نادرشا هست. خیلی اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید، مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمومنین که بعد از رئیس اسلام بود، شما خود اونا را ببینید که وضعشون چجوری بوده، دیکتاتوری بوده. پیغمبری که با مردم دیگه وقتی می نشست معلوم نبود که آقا کدوم است، نوکر کدوم است، عرض می کنم که اصحاب کدوم است، خود پیغمبر کدوم است. اون حاکم که زندگیش یه پوست داشت اینجا، سوارش دو تایی زن و شوهر میخواد بیدن تحجا تحمیل باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و روزا علف ستار سروش میرفتن که علف بکنه این بارگاه تخت و بارگاه حلا حضرت سلطان کار میکرد، مثل سایر عمله ها کار میکرد. پیله داشت این جای دست، این جای دست ها پیله داشت، نه کار میکرد که جمع بکند، کار میکرد و وقت میکرد. همون روزی که باش بیعت کردن بیل کلنگش را برداشت در سراغ کاری که انجام میداد، اونجا به چشمه را میخواست حرف کند، خودش با دست خودش حرف کرد. وقتی در آمد تبریک هستیم کن کنیم تبریک را برای برسه بگو بیار قلم کاغذ، قلم کاغذ همون وقت وقت کرد برای یه جهت. میرم زندگی و خوراکش که از نان جو نگذشت بالاتر نبود، اونم چند تا لغمه اینقدر نه یه همچه حاکم دنبال این میگردیم پیدا نمی کنیم. البته خودشون هم فرمود که خب شما طاقت ندارید اینقدر لیکن تقوی داشته باشید. ما دنبال یه حاکم تقویدار، تقوی سیاسی لاقل داشته باشید. نخورد مال این ملت را، هدر ندد مال این ملت را، به دنبال این میگردیم. ما میگیم حکومت اسلامی میخوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمان ما. نه کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بوده است که آین تک از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانونه. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی به کسی بزند، ظلمند
اسلام روز عرضش کرده این دیگه قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانونه، قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت. اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میرد و یا حاضرش میکنه، بگنا حاضر میشه چونچه شد از فهمید این کار کرد. من یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. دارم سی رفته آورم شما را تایید کند، موفق باشید، همه با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کار از پیش نمیبرد، همه با هم مستمع. یاد الله مع الجماعه.